بینندگان عزیز، با سلام به شما. امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. امروز چهارشنبه است، دوم ماه اکتبر سال 2019 میلادی و برابر است با دهم مهر ماه 1398. هر کجای دنیا که هستید، امیدوارم اوضاع و احوال بر وفق مرادتون باشه. البته بعضی وقتا مگه همه چیز بر وفق مراد باشه، خستمون میشه، خسته کننده است، اینجا میگن بورینگ. خب بذارید من این یک کامپیوتر رو خاموش کنم، چون امروز ما جایی هستیم که نه دوربینی نه چیزی، و این عکس رو توی تلفنم داشتم، مال سالها قبل رفته بودم از یک خانم و آقایی که ازدواج کرده بودن عکس بگیرم. آقای گفت که بذار از تو هم ما یه عکس بگیریم. گفتیم بفرمایید. یه عکس از ما گرفت، عکس خوبی هم شده، نسبتاً چند سال جوان‌تر از الان هستم. خب دوستان عزیز، ما امروز یه مقداری زود شروع کردیم، زود تموم کنیم، باید برم و ساعت 2 در واشنگتن باشم و همینه دیگه. وقتی حمایت نکنیم که ما توجهمون یه جا باشه، مجبوریم این ور اونور بریم. اما یک ویدیوی خوبی این دوستمون از خلیج فارس فرستاده، از ایشون تشکر میکنم، همین اول برنامه به شما نشون بدم. و چون برای خود من چند بار اتفاق افتاده و شاهد بودم، برای شما بگم. امیدوارم که این به اصطلاح کمک کنه از اتفاقات بدی که قرار در آینده بیفته. آمریکایی‌ها یه چیزی دارن بهش میگن ریسک فاکتور، یعنی درصد ریسک و خطر و اینها. شما میگن هرچی اینو پایین بیاری، خب به اصطلاح اتفاقات، تصادفات کمتر میفته. بذارید اول این ویدیو رو من بهتون نشون بدم و دوستمون از خلیج فارس، ولی گذاشتیمش تو برنامه امروز، اینجاست. یه بند خدایی از زندان آزاد شده، میگه اینها آزادیش را از زندان جشن گرفتند، ولی ای کاش در زندان مانده بود، بهتر بود. گاهی وقتا، نه گاهی وقتا، همیشه نادانی مصیبت به بار می آورد. یادم میاد یه سالی اینجا من یه مصاحبه کردم با یه آقای آذری که اینها دو تا برادر بودن و اون بنده خدا انقدر در کالیفرنیا بهش بد گذشته بود و ظلم کرده بودن و زور گفته بودن، توی برنامه ما قسم خورد، گفت آقای سوربی اگر من برم ایران و برم زندان، وضعیتم بهتر از اینه که در کالیفرنیا هستم و باید روزی 1000 تا بشقاب ظرف بشورم تا فقط بتونم قرص های قلبم رو تهیه کنم، در صورتی که تو ایران این قرص ها رو به من مجانی میدادن. حالا ببینیم که این بنده خدا که از زندان آزاد شده و فامیل ها و دوستان برش جشن گرفتن، چه جشنی تحویل این آقا میدن. بذارید من اینو اینجا روشن کنم. بله، کپچر اسکرین بگیم، هم سلیکت ایریا، هرچی اونا نشون میدن ما به شما نشون بدیم، هیچ دخل و تصرفی درش نمی کنیم. کمرای دو مال شما، بقیه کمراها مال ما. اینه آقا وارد میشه. حالا صداش هم این میخواد، صداش مهم نیست، بذارید دوباره نشون بدم. بله البته به خیر گذشت، بنده خدا رو خاموش کردن و اون بیرون. حالا میبینید، بله بله، اینه. این که گفتم خود من در ماجراهایی به اصطلاح شاهد عینی بودم، چون من کارهای ویدیو میکنم و مثل آخونده از تولد تا مرگ، حتی بعد از مرگم همراه بعضی از مردم هستیم، دیدم که خیلی جاها
این چیزایی که استفاده میکنن مثل جرقه میزنه، تقریبا یک گوگرد داخلش خاموش هم نمیشه، یا یه چیزایی مثل اینایی که شما تو خیابون میذاری که تو بارون و برف و اینا هم روشن بمونه. تو آلمان باید داشته، باید میداشتیم در ماشین. و یه چیزی دیگه که رسم شده اسپری یا این موادی که در این قطیا هست و اینا اسپری میکنن، بعضی هاش به صورت استرینگ مثل تناب مثل بند میاد، بعضی هاش مثل فوم هست مثل کف، و بعضی هاش هم مثل خامه هست، و اینها همشون آتشزا هستن. و متاسفانه بی احتیاطی مردم توی این جشن و اینا باعث میشه که این آتش سوزی ها به راه بیفته. من خودم شاهد بودم چند بار در انیورسالی، یعنی در سالگرد در سالگرد ازدواج، جشن سالگرد ازدواج یا یا تولد، کیکو که روشن میکنن، اینها خانومه مثلا میاد کیکو فوت کنه، موهاش میاد جلو، بعد به خاطر این اسپری که به موهاشون زدن، خیلی کمیکال دیگه، چیزای شیمیاییه، اینها فوری آتش میگیره و اصلا شما باور نمیکنی در کمتر از یکی دو ثانیه این بنده خدا حتی پوست سرش میسوزه، اسکالپ میگن اینجا. در هر صورت دوستان عزیز مواظب باشید، یک کمی از احساساتتون کم کنید، بر منطقتون اضافه کنید. خب من دیروز داشتم یه برنامه رو نگاه میکردم و راجع به داروسازی و دارو و دکتر و دواخونه و اینها بود. همون موقع از خودم پرسیدم چرا ما میگیم مثلا آقای جعفری، اتفاقا دوستمونه جعفر اسمشه، دکتر جعفر دکتر داروسازه. شما آخرین باری که رفتید توی یک داروخونه، فرمسی یا به قول آلمانی آپتک، و دیدید که یک نفر اونجا داره توی این لوله های آزمایش یا توی وسایل دیگه دارو میکس میکنه، قاطی میکنه، میسازه و اینها، کی بود؟ من که الان 33 ساله در آمریکا هستم همچین چیزی ندیدم، 2 سال در آلمان بودم همچین چیزی ندیدم، دروغ نگفته باشم. ما یه دوستی داشتیم به نام آقای بختیاری، اسحاق بختیاری، خدا رحمتش کنه، بنده خدا در جوانی فوت شد. این یه دفعه به من گفت که این که میگی شما هنوز این شیشه ها تو پیشونیت گاهی وقتی میاد بیرون و اینها، یه موادی هست توی آمریکا بیشتر سیاه‌پوستا استفاده میکنن، بهش میگن کوکو بادر، یعنی اون ماجرای همین کوکونات، فکر کنم با بادر، یعنی کوکونات میشه چی، نارگیل، نارگیل، روغن نارگیل و کره. بعد ما گفتیم که خب بریم اینجا، رفتیم به آلمانی گفتیم، گفت نه هم چیز نداریم. بعد یکی از دکترها از اون پشت به این آقای بختیاری به انگلیسی گفت که تو انگلیسی حرف میزنی؟ گفت ها. گفت وایسا. اومد بهش گفت که من تو آمریکا بودم و میدونم تو چی میگی و من میتونم براتون درست کنم، یه مقداری گرونتر میشه. گفت این چیز بسیار ارزونیه ولی چون باید وقت بذاریم یه مقدار گرونتر میشه. حالا که این وقت پیش آمد من بهتون میگم، بذارید اینجا بنویسم که اینو شما حتی از والمارت و از تارگت و اینا میتونید بخرید، خیلی چیز ارزونیه. و اینه، مثلا ببینید الان نوشته 2 دلار و 12 سنت. اصلا نمیدونم 2 دلار شما قهوه هم نمیتونی بخری. اینه، بذارید من عکسشو بهتون نشون بدم. 100% پیور را کوکو بادر. ولی اینجا عکسی که انداخته این عکس کوکونات نیست. نمیدونم، بذارید من یک کمی دیگه. آهان، این کوکو بادر ببخشید کاکائو هست، چون مثل همون دونه های اینه. حالا عکسش بهتون نشون بدم، البته یکی گران فروش نوشته 16 دلار. بذارید من میدونم چون شما هم ایرانی هستین مثل خود من چی پسین، بیاین پایین تر. بله اینه، بهتون نشون بدم یک لحظه. اینه، اقلا اسمشو بنویسید، حالا بعد برید در رابطه باهاش بخونید و یاد بگیرید اگه احتیاج داشتین. این دیدید بعضیا ته آرنجشون
یه چیزای پوستشون کلفت میشه و سفید میشه، زشت میشه، بعض وقتا حتی زخم میشه. من یادمه ما یه رانندهی داشتیم، این همیشه اینجوری بود و بعضی ها اصلا فکر میکردم مثلا این جوزان داره. بعد من بهش گفتم که از اینا بخر، گفت من نمیدونم و اینا. گفتم خب نگران نباش، من براش $3 خورده خرج کردم بهش دادم. بعد انقدر از من تشکر کرد که نگو و نپرس. ببینید الان این نوشته 16 اونس، یعنی قد یک شیشه نوشابه بزرگ، نه شیشه نوشابه کوچیک، حتی شیشه های کوچولو هست 8 اونس، این دو برابره. 16 اونس این زده بود $15 این گرون میده. برید والمارت، کوکو باده، کوکو همون کاکائوه که از چیز درست میکنم، به اصطلاح برای چاکلت و شکلات و اینا استفاده میکنم. در صورت این یه چربی به خصوصی داره، کف پاتون اگر خشک شده، این بغل پا انگشت بزرگ اگه خشک شده، اینا رو از این بمالید. حتی بعضیا میگن وقتی میمالید برای که لحاف و جوراب و ایناتون کثیف نشه، پاتون رو تو زیپلاک کنید، ولی زیپلاک خیلی بسته نباشه که مثل موقعی که میرید حمام پاتون پیرک بشه. تو شیراز میگفتن پیرک، نمیدونم چیه. در هر صورت اینو به ما گفت و رفتیم ساختیم. حالا داستان از داروساز شروع شد. کجا رفتیم؟ ما رفتیم تو فرودگاه آلمان، داروخونه بود و به داروخونه گفتیم و گفت 2 روز دیگه برات حاضر، و رفتیم خریدیم. و همون موقع با وجود که گفته بود گرون میشه هم خیلی گرون نشد و مثل اینکه 10-15 مارک شده بود و استفاده کردیم و خوب بود. حالا به شما نشون میدیم، ولی گفتیم داروساز نمیبینید. من خودم یه بار دیدم، اون آقا گفت من اینو براتون میسازم، ولی شما هم احتمالا مثل من ندیدید. میبینید که همه اینا هم لباس های سفید، مثل دکترا، مثل نرس، مثل پرستارا تنشونه، ولی اونجا که وایستادن حقیقتا شما یه نسخه میبری، میدی دستش نوشته 100 تا آسپرین، 30 تا نمیدونم والیوم، یا می فقط قرصا رو میشماره به شما میده و کار استثنایی انجام نمیده. جدیدن گفتن که آقا این قرص ها و اینها باید نظارت بشه. بعضی از داروخونه ها شروع میکنن قرص ها رو مثلا برای شما خورد میکنن، قرص 75 میلی گرمی رو کم میکنن موادش رو، با یه چیز دیگه قاطی میکنن اینها، که البته گفت اونم باعث دردسر میشه. من این چون ماجرای داروسازی و اینها رو دیشب در تلویزیون دیدم و یادم افتاد یه دفعه به این که چرا به اینا میگن دکتر داروساز، اینا که هیچ وقت دارو نمیسازن، اینو گفتم به شما هم بگم، شاید باشه که موجود به اصطلاح که دربارش فکر کنید. به قول دوستمون پتیک، آیا میدانید که این یه چیز دیگه ای که ما این ورون ور شنیدیم. حالا ببخشید اگه من مثلا میگم گوگیج یا گوگیج، اینه، این کلمه شما میدونید از کجا اومده؟ دوست ما یه داستانی داشت میگفت، بعد گفت که من مثل این گربه گیج ها. من اونجا فهمیدم که بابا من 63 سال همیشه شنیدم طرف گوگیج شده، ولی گربه گیجه، یعنی گربه ای که حالا یا سیبیلاشو اذیت میکردن میچیدن یا خودش بدبخت یه اتفاق براش افتاده، گربه ای که گیج میشه. حالا این گیج رو ما بعضی وقتا گیج هم میگیم که نمیدونیم با چه مینویسیم، 3 تا نقطه، یا با جه مینویسیم مثل جلال خالق، یه نقطه. در هر صورت این هم چیزی بود که من دیروز باز یاد گرفتم. چقدر ما روزانه چیا یاد میگیریم دوستان. راستی از صبح تا شب آدم ببینه یا یادداشت کنه چیزایی رو که یاد میگیره، با وجودی که فکر میکنه ای وای 60 سال عمر کردم همه چیز یاد گرفتم، ولی هر روز یه چیز جدید یاد میگیریم. بعضی وقتا از بچه‌هامون، از نوه‌هامون، ما نوه سوممون 19 دنیا اومده، بگو 11 روز و 2 روز 13 روزشه، و از همون روز اول چشماشو باز میکنه، نگاه میکنه. اصلا شما فکر میکنی که نوه ها یکی پس از دیگری باهوشتر و اینها هستن. در هر صورت امیدواریم شما هم اگه بچه دارید بچه تون سالم باشه، اگه نوه دارید نوه تون سالم باشه. و من چون اینجا نوشتم اندی و مکس، اجازه بده از آقای اندی هم به این وسیله تشکر کنیم و این برنامه اکتبر، اجازه بدید کجا فریمن ورد، بله این را هم به شما نشون بدیم. اکتبر 26
اندی و آقای مکس امینی برنامه دارن. کجا؟ الان آدرسش رو اینا رو بهتون میگه. وقتی ما این برنامه رو ضبط میکنیم و اینا، حسنش اینه که شما وقتی نگاه میکنید هر جا دلتون بخواد میتونید نگهش بدارید، برگردید عقبتر، برید جلوتر و الی آخر. یعنی تکنولوژی دیگه عوض شده. اون دوستی که میگه آقا چقدر توضیح میدی، زود بگو برو، آقا بزن برو جلو، یه دقیقه بزن برو جلو، دو دقیقه بزن برو جلو. تلویزیون ها الان، ما اینجا یه تلویزیونی داریم که چون سرویسمون رو کاکس میده، یه ریموت کنترل باهاش اومده، میکروفون داره. گاهی وقتا میگمش که 3 دقیقه ببر جلو، درست سر 3 دقیقه میبره جلو. گاهی وقتا میگم 2 دقیقه برگرد عقب، 2 دقیقه میبره عقب. در صورت اینو با هم ببینیم و برگردیم و چند تا موضوع دیگر هم بگیم و ما شما رو بذاریم بریم به کار و زندگیتون برسونیم. برسید، اگه کاری دارید، زندگی دارید، امیدواریم بتونید یه پولی بیشتری هم بسازید، چون ما وقتتون رو کمتر میگیریم، تلویزیون مردم رو حمایت کنیم. پس با هم میریم سراغ هنرمند و خواننده خوبمون آقای اندی مددیان و آقای اندی، آقای مکس امینی. Streamline World and Parish Entertainment proudly presents شنبه 26 اکتبر سگر سویم سنتر فور دی آرتس اورنج کانتی. برای اولین بار با دو چهره استثنایی هنر ایران، اندی. داشتنت نباشه بسمن، چشم به راه تو میمونم با دلی پر از صداقت. اگه با عشقای گرمم مکس امی شنبه 26 اکتبر، شبی پر هیجان، فن، انترتینینگ، music and comedy at the most prestigious concert hall in Orange County. Andy و Max Andy در کنار هم و فقط یک شب. خب بسیار ممنون از شما دوستان و امیدوارم اگر هستید جایی و میتونید برید لذت ببرید، هم تا خودتون هستید هم تا این هنرمندان هستند و قادر به اجرای برنامه هستند. دوستان حتما شما هم دیدید، مخصوصا تو ایران هم الان شنیدم یه کارایی میکنن ملت عجیب و غریب. حتی دیدم که یه زن مردی، یه دختر و پسری، حالا اون وقتا وقتی ازدواج میکردن اون دختر بود اونم پسر بود، حالا باید بگی یه زن و مردی، یه وقت بهشون بر نخوره خدای نکرده، میگن آقا چرا با ما توهین کردی، ما صد بار قبل از ازدواج تجربه داشتیم. بمانه دیدم یه ویدیویی که یک آقا و خانمی رفته بودن زیر آب خطبه عقد و انجام داده بودن. حالا دیگه نمیدونیم عروسیشون هم زیر آب انجام دادن یا بعد، دیگه از اون فیلم نگرفتن. ولی دیروز یه خبری برای من اومده بود که مردی که قصد داشت در تعطیلات کاری خود و در زیر آب خواستگاری کند، چه بلایی به سر این بیچاره آمده. اولا بذارید من عکسشو بیارم اینجا بهتون نشون بدم. این اینجا من نوشتم زیر آبی. بله، این بدبخت خدا زده اینا، ببخشید بعضی هم میدونید میگن که ایرانی ها از سیری انقلاب کردن، اینا هم دیگه از بس همه وسیله و همه تفریح و همه گیم ها رو دارن، گاهی وقتا یه فکرای عجیب و غریب به کلشون میزنه که همون مثل آتش سوزی و اینها، و اینم یه نوعشه. حالا براتون میخونم اصل ماجرا رو از قسمت فولدر لایو. اگه یه وقتم صدای گریه میشنوید و اینها، من آمدم اینجایی که نوم هست با دخترم و اینها و به همین خاطرم هست برنامه رو امروز کوتاه انجام میدم. اینه که مردی که قصد داشت در تعطیلات، بله اینجوری نوشته، مردی که قصد داشت در تعطیلات کاری خود و در زیر آب به دوست دخترش پیشنهاد ازدواج دهد غرق شد. استیون وبر به اقیانوس شیرجه زد تا از پنجره اتاق زیر آبشان در تانزانیا از دوست دخترش
کنیشا آنتوان درخواست ازدواج کنند. تصویر ویدیویی آقای وبر را در حالی نشان می‌دهد که کاغذی را از بیرون اتاق به شیشه چسبانده که روی آن نوشته آیا همسر من خواهی شد. این جمله ها را غلط می‌نویسند. آیا لطفاً همسر من خواهی شد؟ آیا دیگه آیا و اون علامت سوال و اینها نیست. بله. سپس او جعبه محتوای حلقه را باز میکند تا به دوست دخترش نشان دهد و بعد از صحنه خارج میشود تا به سمت آب سطح آب شنا کند. خانم آنتوان از شهر بیتون روگ در ایالت لوئیزیانا این فیلم را روز جمعه در فیسبوک خود منتشر کرد و در زیر آن پاسخ خود را نوشت بله بله بله. چند ساعت بعد هم خانم آنتوان خبر داد که استیون هرگز موفق نشد از اعماق آن آب بیرون آید تا پاسخ او را بشنود. حالا خود شما ببین، اینا یه هتلی گرفتن که پنجره و ایناش تو اقیانوس زیر آبه. میدونی هتلای هست تو برف، تو یخ، هتلای هست مثل آکواریوم زیر ماهی و اینا هست. حالا این هتل پنجرهش توی دریا، توی اقیانوسه. این آقا هم خواسته ابتکار کنه، بنده خدا رفته و بعد از اینکه این خانم بهش گفته بله، حالا بعضیا به شوخی نوشتن شاید چون جواب داده بله، این دیگه گفته آقا دیگه کار من تمومه، همینجا میمونم و به زندگی برنمیگردم. او نوشت ما هرگز فرصت این را نیافتیم که شروع زندگی خود را از این پس برای همیشه در کنار یکدیگر جشن بگیریم، چرا که به خاطر ظالمانه ترین سرنوشت قابل تصور، این غیر قابل تصور، سرنوشت قابل تصور، بهترین روز زندگی من تبدیل به بدترین روز شد. یک مقام آمریکایی از مرگ یک شهروند خود در تانزانیا خبر داد. بله اینجور است عشق، پدر عشق بسوزه. گفتم نه بابا، همه عشق هم اینجوری نیست، اینا دیگه یه کمی لوسبازی و از چی میگن، از کم زیادی خوشی نمیدونن چه کار کنن. این هم چیزی بود که من اینجا نوشته بودم، مردی که قصد داشت. برای شما خبرها و چیزهای زیادی گذاشتم، ولی من باید 4 دقیقه دیگه از اینجا برم، ماشین میاد، سوار میشم و میرم. و اجازه بدید برنامه امروز رو که کی بود بنویسم اینجا، چهارشنبه 10 مهر 1398 برابر با اکتبر 2 2019 همینجا به پایان برسونم. و اگر شما هم مایل باشید میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید و یک بار دیگه این دوستان عقب افتاده رفتند و باز به اون شورای نمیدونم گذار و گذر و مگز و پگز و حالا باز حرف ها هست که آقای رضا پهلوی به اینا پیوسته یا نپیوسته. حالا اینگاه فرقی میکنه، آقای رضا پهلوی به 100 تا جنبش پیوست، چه غلطی کرد خودش، چه غلطی کردن اونها، هیچ. حالا به این یکی هم بپیونده، 2 روز دیگه اینم باطل میشه. همچنین که کسی که پول چلو کبابا رو میده بگه آقا دیگه من پول ندارم، همه میرن دنبال کار خودشون. دوستان عزیز، از هر مطلبی، هر موضوعی، هر دینی، هر عقیدهی، هر حزبی صحبتی داشتید، در تلویزیون مردم آزاد هستید که صحبت کنید، به شرطی که به دیگران توهین نکنید. نظر خودتون رو بیان بگید و ما هم اجازه داشته باشیم نظر خودمون رو بگیم. روز روزگار بر شما عزیزان خوب و خوش، سلامتی و شادی شما آرزوی من است. تلویزیون مردم، از مردم، با مردم، برای مردم. و اینجا هم بنویسیم که با حمایت مردم. این آدرس رو که میبینید پیپال دات یا نقطه می خط اشاری یا فورورد سلش مردم تیوی، به این وسیله ساده ترین راهی هست که میتونید کمک کنید، حمایت کنید تلویزیون مردم رو. مرسی که باز هم چند دقیقه با ما بودید و فکر کنم ویدیوهای کوتاه‌تر هم برای شما جالب‌تر باشه هم برای من. روز روزگار بر شما عزیزان خوش، با امید روزهای بهتر و آینده‌ای روشن‌تر.